توی کوچه های مدینه بود، یه نفر از شام اومده بود، شامی ها اصلا تربیت شده بودن برای دشمنی با اهل بیت. گفت حسن ابن علی تو هستی؟ حضرت فرمود بله. شروع کرد هر چی از دهنش در اومد به آقا گفت. ببین چقدر آقا مظلومه که تو شهر خودش بهش فحش میدادن، خیلی ها تو شهر خودش، تو محله خودش. حضرت صبر کرد، خوب گذاشت طرف حرفاشو بزنه، آرام با آرامش. بعد که تموم شد فرمود فکر کنم تو درباره ما دچار اشتباه شدی، اینایی که گفتی ما نیستیم. امام مجتبی کریم اهل بیت، قریب ابن قریب ابن قریب، خودش قریب، پدرش قریب، این پسر همون آقایی بود که رو منبر بهش فحش میدادن و لعنش میکردن، امیرالمومنین علیه السلام. جلو چشم امام حسن مغیر لعن میکرد امیرالمومنین، جلو چشم امام حسن. بعد که صحبتاش تموم شد فرمود فکر کنم دوچار اشتباه شدی، این چیزایی که میگی ما نیستیم. اما من یه چیز دیگه میگم، اصلا من نشنیدم تو چی گفتی، یه تیکش مال منه، اصلا من نشنیدم تو چی گفتی. اما اگر گرسنه ای تا بهت غذا بدیم، اگر در راه موندی من کمک کنم تو برسی به شهر، اگر مسافری محل واسه اسکان میخوای خونه ما وسیعه بیا خونه، اگه بارت سنگینه کمک میخوای بارتو جابجا کنی من کمک کنم بارتو جابجا کنم، اگه پول میخوای من بهت پول بدم. طرف همینجوری مبهوت موند که من این همه به این آقا دشنام دادم و جسارت کردم، حالا آقا داره اینجوری حرف میزنه. اومد پیشونی حضرت رو بوسید، گفت خدا بهتر میدونه رسالت رو در چه خانواده ای قرار. عجیبش اینجاست، قطب راوندی نوشته این آدمی که فحش داد و جسارت کرد تا وقتی تو مدینه بود تو خونه امام حسن زندگی کرد. اینجوری میتونی ببخشی؟